ما همه بر اهمیت سینما اتفاق نظر بدیم. این مورد قبول هم. هنر سینما یک هنر برتره بلا شک. یک روایتگر کاملا مسلط که هیچ روایتگری تا کنون در بین این شیوه های هنری روایت یک واقعیتی حقیقت به این کارآمدی تا امروز نیامده و یک هنر پیچیده و پیشرفته و متعالی. اهمیت این هنر مسئولیت شما را هم بالا می‌برد. من اینو می‌خوام عرض کنم. من میگم شما الان کلید دست شماست. شأن سینما رو من این میدونم. من میگم کلید پیشرفت این کشور امروز به میزان زیادی دست شماست. شما میتونید سازنده اخلاق باشید. عکسش هم ممکنه. شما میتونید در نسل جوان این کشور صبر، امید، شوق، انگیزش، سلامت، نجابت و همه چیزهایی که یک جامعه پیشرفته نیاز داره میتونید القا کنید. اگر در این میدان شما این نقش را ایفا کردید، نقش خودتون رو شناختید و به او عمل کردید، خود شما میشید یک قهرمان. امروز مؤسسه عظیم هالیوود و شرکت‌های بزرگ سینمایی در هالیوود با سیاست‌های استکباری آمریکا یک همراهی و همکاری مستمر و باب میل دارند. شوخی نیست، شما قدرت هالیوود دست کم نگیرید. قدرت اثرگذاری هنری هم در غرب و چینش بسیار دقیق حروف تبلیغات در دنیای غرب رو دست کم نگیرید. و البته حرفای قشنگی میزنن، حرف از دموکراسی، حرف از حقوق بشر، حرف از همکاری ملت‌ها، ولی خب چیه؟ کدوم هوشمندیست در دنیا که ندانه اینا دروغ میگن، اونم دروغی فضاحت‌بار. اینا دوست میدارن که از حضور هنرمند برجسته ایرانی در اونجا یک استفاده‌ای ببرن در جهت سیاسی. اون وقتی من باور میکنم علاقه اونا رو به هنرمند خودمون که این فیلمو ترویج کنن، جلو چشم مردمشون بذارن، تو تلویزیونشون نشون بدن، تو سینماهاشون ببرن. این کارا رو که نمیکنن یا خیلی کم میکنن. وقتی که تشویق و تقدیر فقط منحصر به سالن جشنواره و جایزه جشنواره، آدم خیلی باورش نمیاد که نیتشون به قول ما ها خدایی باشه. ببینید این مسئله. خب او ملاحظه سیاست خودشو میکنه. در آمریکا این نمایش بی‌سانسوری فقط در مورد اونجایی است که به اصول آمریکایی استکاک نداشته. اونجایی که استکاک پیدا میکنه چه به اصول آمریکایی چه به مصالح فوری آمریکایی، خب مصالح فرهنگیشون رو رعایت میکنن. ما هم باید مصالح فرهنگی خودمون رو رعایت کنیم. ما که توقع از اون نداریم که مصالح ما رو او رعایت کنه. ما احتیاج داریم به اعتماد به نفس، به جوشیدن از درون، به استخراج گنجینه‌هایی که در میراث فرهنگی ما هست، به کم کردن تکیه به بیگانگان. شما باید ارزش‌های دینی رو تقویت کنید، ارزش‌های ملی رو باید تقویت کنید. ارزش ملی یعنی احساس استقلال یک ملت، استقلال فرهنگی. در مقابل این ایلغار 200 ساله فرهنگی غرب، یه ملتی بیاد به فرهنگ خودش تکیه بکنه، این خیلی ارزش داره. اینو تقویت کنید.